وقتی که رخ تنها میشه و دیگه هیچ مهره نیست که کمکش کنه، وقتی که همه امیدشو برای پیروزی از دست داده و خسته شده، آخرین راه حل رو انتخاب میکنه، خودشو نابود میکنه تا بازی مساوی بشه، اینقدر از خونه به خونه دیگه میره تا بالاخره توی خونه بهش تیر خلاص میزنه. توی شطرنج به این وضعیت میگن رخ فداکار. یه اسم دیگه هم داره که من اون اسم بیشتر دوست دارم. اسم من پیروزه. بیشتر وقتم و پشت کامپیوتر و تو چتروما و پیج گروه ها و وایبر میگذرونم. کار من به هم ریختن این گروه هاست. اصلا هم حال و حوصله بحث های سیاسی رو ندارم. اما 3-4 سال پیشم که بازارش داغ بود من این کارا نبودم. آها یادم رفت بگم، ما یه گروه داریم به اسم فوش درمانی. با این گروه دیگه جوونا لازم نیست برن تو استادیوم آزادی به هم دیگه فوش بدن، دخترها میتونن پا به پای پسرها حسابی دق و دلیشون رو درارن. یه روز که اثر بی‌حوصلگی داشتم تو گروه‌های مختلف از این چت به اون چت می‌رفتم و دنبال یه مشتری می‌گشتم که سر به سرش بذارم، مسعود بهم پی ام داد. من با مسعود تو همین گروه آشنا شدم. خیلی بده افتادن موبایل رفیق تو چای مستر و سرنوشت تو رو تعیین کنه. با همین شماره رو دادن دوباره سر صحبت باز شد. مسعود از من خواست فردا باش به یه قرار اینترنتی برم. قبلا سر چند تا از این قرارا رفته بودم ولی راستش موقع خیلی حسش نبود. اما مسعود به زور منو برد تو گروهی که اسمش بود بی پدر مادر. اشتباه نکنید، یه فوش نیست، یه حقیقته. طبق آماری که پارسال منتشر شد 2 میلیون خانواده تک سرپرست تو کشور وجود داره. همه کسایی که تو این گروه بودن یا پدر نداشتن یا مادر یا هر دوش. مسعود که بعد از مرگ مادرش پدرش یه زن دیگه گرفته بود، دیگه تو خونه نموند و تو گاراژ پدرش زندگی میکرد. اون تو زندگیش 2 تا آرزو بیشتر نداشت: خواب راحت دم صبح و پیچوندن سربازی. خلاصه چشمتون روز بعد نمیدید، تو گروه بی پدر مادر رو 10-20 نفر با عکسای کاربری خفن دور هم جمع بودن. مسعود منو به کاوه معرفی کرد که تو گروه پدر مرده ها بود. کاوه تو کار طراحی وب و اینجور برنامه هاست. مسعود یه چیزایی درباره کاوه به هم گفت. وقتی پدر کاوه میمیره، برادر بزرگش امضای باباشو جعل میکنه و با یه وکالتنامه قلابی پولای بابا هر صاحب میشه. به جای سهم الارثش هم یک پس گردنی محکم میزنه به کاوه که اون موقع 7 سالش بوده. از همون موقع کاوه میره تو فکر انتقام. غزل تو گروه مادر رفته هاست. مادر رفته یعنی مادرش طلاق گرفته و رفته. غزل و کاوه تو دانشگاه با هم آشنا میشن و تو شلوغی 88 به این نتیجه میرسن که خیلی خوب هم دیگر درک میکنن. حالا 2 ماهیه که عقد کردن. آماده ای؟ آره.
پیشنهاد مسعود رو قبول کردم. نه به خاطر اینکه می‌خواستم بی پدرمون به رخ دیگران بکشم، نه، فقط به خاطر اینکه یادم اومد فردا باید با مادرم بریم دنبال خونه و منم اصلا حالش رو نداشتم. این خونه که توش نشستیم رهنش یه دفعه دو برابر شده، باید تخلیهش می‌کردیم. دو هفته بود داشتیم دنبال خونه می‌گشتیم. مردم موجی شدن. واحد 50 متری تو خیابون سرسویل 35 میلیون رهن کامل. دوره آخر زمانه. مادرم بازنشسته آموزش پرورش و بابام که چاق و ساز بود 15 سال پیش سرطان خون گرفت و عمرش داد به شما. هنوز چاقویی که بهم هدیه داد و دارم. روز بعد مسعود با موتورش اومد دنبالم. شماره برام بگی. اینو بگی اون برام با جمع میده. اونو من دور دیگه بدبخت. تو برام یکی دیگه میخری یا بابا؟ مارک خرتون چیزا حالیت نمیشه. آره مارک. میشه سلسبیل و جوادی هم از این مارک برام. دکمه‌هاش هم دیگه یکی در میون کار میکنه. تو خودم تمام قد رفتی تو گوه الان یکی در میون نرف میزدی. چون مسعود فکر میکرد اینا همه تیگه پشون الگانسه، موتور رو دو سه تا کوچه پایین تر از کافی شاپ قفل و زنجیر کردیم. محل قرار یکی از کافی شاپ های نزدیک پارک بود. سلام. از بچه گروهی؟ بله از بچه گروهی. آیدی تون لطفا. آیدی هپی من. آره اینجاست. شما چی؟ با منه. هنوز به گروه نشده ولی من میتونم تضمین بدم بی پدر. آره بی پدر. باشه. نبایی پونزه لطف کنیم. پونزه؟ کارتخون داریم؟ کارتخونم داریم. سلام خوبی؟ مرسی بفرمین تشکنه. کارتم تو ماشینه. من کیفم تو ماشین جام دو. خب 20 تومن هم بدیم من 10 تومن. 30 تومن دیگه. بله. 30. ببخشید. بعدن کاشف فهمل اومد پدر این دختری که گروه رو میگردونه صاحب همین کافی شاپه. اینم برادرش. این دوتا هم مادر رفتن. یعنی مادرشون طلاق گرفته و اونا شب تا صبح تو گروه خوش رقصی میکنن تا کاروبار آخر هفته بابای رونقی بگیره. کی میگه تو این دور و زمان درک متقابل بین نسل وجود نداره؟ هزار کشته تو سال، که اگه یه پنجمشون هم بچه داشته باشن میشه 4000 تا بچه بی پدر مادر تو سال. ببینید باورتون میشه؟ من فکر نمی کنم تو جنگای داخلی هم هیچ کشوری اینقدر کشته و تلفات داده باشه. هنوز جاگیر نشده بودیم که یه دختر رو دیدیم با یه سری عکسای ناجور که میچرخید و نشون همه میداد. عکسشو تو کاربر رو دیده بودم، تو گروه فرعی تصادفیا بود. پدر و مادرش با یه تصادف وحشتناک کرد و مرده بودن و اونم داشت آمار بالای کشته های تصادفا رو میگفت. میخواییم به انجام همه کمک کنیم؟ وقتی آمارشو شنیدم مخم سود کشید. ببین کار انجام من خیلی. اون تصمیم داشت یه انجام من تشکیل بده. برای عضو شدن باید حق عضویت میدادم که من با این قسمتش اصلا میونه خوبی نداشتم. به خاطر همین زیاد دمخورش نشدم. نیم ساعتی بیشتر نگذشته بود که احساس کردم یه خبراییه. چون کاوه که از ورودمون هیچ محلی به مسعود نداده بود، حالا بد جوری مخشوش کار گرفته بود. خماری دخترم اینقدر تابلو بود که صدای ساب کافی شاپ هم در اومد. با دیدن حال اون دختر که بعدم فهمیدم اسمش ماندناست و مسعود که داشت یه جوری نگاه میکرد، فهمیدم دارم گرفتار یه داستانی میشم که به من هیچ ربطی نداشت. اون به من هیچ ربطی نداره. آره ربطش به اینه. بعد یه شب کلی کاسب شیم من یه بسته شنده بقیش میذاریم تو جیبم. دختر مایه داره. پدر مادرش خرپور بودن تصادف مردن همیشه رسته بی. موبایل تو دست شدی؟ تو کافی شاپ همه میخه موبایلش بده. آقا من این کاره نیستم نمیفهمی؟ آقا مگه من میگم این کاره ای؟ مگه من اصلا این کارم؟ تو من اینه گفتی همسایتون جنس شوره. خب کاری نداره دیگه. بعدم این ساقی خودش تلفنش رو جواب نمیده.
وگرنه نمیاد به من تو بگی که مرسی من اصلا با یارو سلام علیکم ندارم. مگه من میگم برو باش روبوسی کن پول بهش نشون بده خودش میفهمه دیگه اسکل بازی چیه در میاری. بعدم این دختره الان حالش خیلی خرابه کارش استپ بیس. کجا بیس آقا جون؟ تو بیس هم نمیدونی چیه؟ کوکائین بیس. یعنی تا دو ساعت دیگه بهش نرسه بعد ببرنش بیمارستان. از منم خودش هر کم باشه میفرستن دادسرا. اصلا پولش چی گناه داره بنده خدا؟ کجا مد برم؟ شما همینو برو پایین فعلا من بهت میگم. دختره اینقدر حالش بد بود که نمیتونست رانندگی کنه. برای همین ماشینش داده بود دست کابه. چند سال پیش که کلاس آواز میرفتم استاده اون میگفتن که بخواد صدا تو باز شه من داد بزنی. ماندانا جون من الان حرف نزن باشه؟ چقدر طولانی شد؟ خیلی راحت اونجا؟ اون دخترم بود شکوفه احتمالا برای چاپ بروشورای انجمن خیالیش هم این دختر پول داره رو تیغ میزد. شب صدو با اینا بود دفعه توی کسی با تو منای خلبت سرم از تنجره آوردم بیرون آوردیم داد نزد چون وسط ترافیک گیر افتاده بود. دست در نکن. آه نمیخوای بری؟ را بیافتم؟ یه دقیقه وایسا خلاف سنگین آه آه برو بابا برو ما اینجا آبرو داریم به خدا. بچه شیر برنجا دماغشون رو نمیتونم بکشن بالا پایپ میذارن تو کیفشون. دم خونه بودم آه میتونستم باشون ننم که ای کاش دوباره سوار نمیشدم. ولی مسعود میخواست موتورشو برداره منم بدم نمیمد بعد از این چیزایی که دیدم یه بادی به مخم بخوره. قربون دست دایی برات زحمتی نیست ما رو جلو همون کافی شاپ بذار دیگه. نه تو رو خدا چایی دیگه مهمون باش. والا واسه جنس 300 تومنی 500 تومن گرفته 2000 پول آژانس نمیده. حقش بود ازت نمیگرفم همه رو خرج نشکش میکردی. نش خودتی ها درست حرف بزن. تا دو ساعت پیش نفسش در نمیمده حالا چه زبونی باگه حالا منم گشنت نی؟ تو چی شکو؟ اسم تو شکوه؟ شکوفه حالا هرچ اسم خود چیه؟ تو انت؟ من؟ سرورت مسعود نه مسعود نمیتونست بی خیال ساندویج مجانی بشه. ماندنم هفته دیگه یه پارتی دعوتی کجا؟ پادشاه. ای بابا یادمون نندازین دیگه اولمون با مرغ شد یه ساندویچ میخوریم ما اسمش نگا یه گود بای پارتی حسابی بعد بگیری ها. آره با دو سال عمر شیرینه در خدافزی کنم گود بای پارتی هم داره دیگه. اینه یه قبله درس میخوندی میرفتی دانشگاه؟ داشت میخوندی که دولتی جای ما نیست آزادم که پولش نداری میخوندی دلت خوشه. ولی باحال میشد تو آخر میرفتن سربازی ها. عالی میشد موقع من آزادم تو آخر عمرم سرباز بشم. ای تو هم باید بری؟ من رفتم. تو رفتی؟ سرشان سبا معاف شده من رفتم. میگم این کچل پارتی واسه شون هم بندازین چطوره؟ قشنگ گرفتم آیا همسایه هم سنگی جنساش مشتیه. من که پایم محمد ته میزنم فرماشت که فوریه خفش زر نزن این کاره نیست تو شرط میبنم
شاید منی آپای باشه. اگه نزدی موبایل تو باید بدی به من. خوب زبلی. شاید من یه دیگه خودت گفتی. آقا شما اصلا میدونین مارک موبایل این خانم چیه؟ آره بابا میدونم. این آنجلینا جولی هم اصلا اینا داره دیگه. پس میدونی. بلد. اصلا موبایل نخواستی. شمارش که میتونی بدی. شمارش بده. چه زود پس اخاله میشه. با شما کفشتو بده. شماره اینا که بابا بزرگ. مزه. تو شماره من بده من بهت زنگ میزنم. چیکار داری؟ امتحان کنیم دیگه. شما ملی تماشا الو. نه. باشد اومده. بده شماره تو بده. لودگی مسئول کار دسته میده. شماره موبایلم بهت میدم. بله. فقط یه شرط دارم. هر شرطی بگی. هر شرطی. هر شرطی دیگه. شکوفه بیا غزل بیا. شرط چی؟ شما دور وایس کاوه بیا. شما عقب شر رو بکن. غلام اون ادبیاتت. نامرد هم رفیقاتی دختره دیگه. نمیخوای بریم؟ میریم سب داشته باش. نه خب حاضری؟ بابا بیخیال چین؟ به همین زودی جا زدی؟ جا زدی چیه؟ این چه شرطی آخه؟ همینه دیگه، هر کی را طاووس خواهد جور هندوستان کشد. طاووس؟ این بیشتر شبیه ببر بنگاله. همونجا. خب آقای همه فن حریف، این همه خونه یکی که گفتم، خونه دوستان. خیلی هم بعضشون خوبه. ببین هیچ که تو این خونه زندگی نمیکنه فعلا، همشون رفتن شما. خب خب که خب، مگه نگفته هر شرطی؟ رفتی تو این خونه شماره موبایلم بهت میدم. شماره موبایل تو زندون به چه دردم میخوره؟ زندون کدومه؟ میگم هیچ که تو خونه نیست. لابد سر اون نیزه هم میخوام به سیخ بکشینم به مخندینا. همون نده گربه رو داره. البته اگه جرعتشو داشته باشی. حالا نمیشه یه کار بی درد سرتر بکنی؟ بگو میترسم دیگه. میترسم. من میترسم. آقا من میترسم. هله؟ یعنی نمیری؟ نه که نمیره. اصلا کی با تو حرف زد؟ خرمگس مرکه؟ نه رو به جهنم. من میخواستم حالی که داده بودین رو جبران کنم. آقا. بری. یه دقیقه بایستم. ببین. هرچی از این خونه برداری دست کم 7-8 میلیون پولشه. آه؟ چی میگی؟ ماندنم بس دیگه قد اصرار نکن. کابه از همون اول با این بازی موافق نبود، ولی اون 7-8 میلیون بد جوری گوشای مسعود مخملی کرده بود. زده به سرت؟ هرچی برداشتم مال خودم دیگه. هرچی برداشتی مال خودت. اگرم خواسته میتونی تریپ فردین بازی در بیاری نصفشم بدی به این رفیقت. بنتل شماره تو بده یه میسمن بزن. نه اون که چیه؟ رو کاغذ میدید موبایلم خراب. زکی بیا. چیکارش کنم؟ برو یه رو باش حال کن. من چه قیافه هم ندارم. بیا این هم دست تو باشه دیگه. تو هم برو باش یه رو باش حال کن. این چیه؟ مارک سی دبلیو سی هم موازبش باشی از اون برای آب من. این که کار نمی کنه که. آره خب این میدونی چون افته چای مسترا مسترا عمومی یا خصوصی کدومش داری؟ نه مسترا که خصوصیه ولی توی گاراژ عمومیه. ای چندشا Thank you.
بهیم من بخنی دیدی رفقه چجوری رفت سر کار؟ سر کار چجوری؟ اوه کسی تو این خونه زندگی نمی کنه که همشون اسباب کشی کردن رفتن. اسباب کشی کردن؟ بله اسباب کشی کردن رفتن، خونه خالیه. زدم بچه، زدم رکورد، زدم رکورد خودم رو زدم، 1,850,000. گوشی تو بده یه زنگ بزنم. شارژ دارم که. ای بابا تو که شارژ داری؟ گوشی تو بده قطعه. کمک نمیخواد؟ خیلی بامزه این. بده من. ببین تعارف نکنی، همه جا حسابی بگرد، هرچی خوردنی مردنی هم پیدا کنی همش مال خودت. آقا این بعد استاتوس شده 1,000 لایک بگیر. بذار یک عکس بگیرم هم بذاریم کنارش. بیا شکو جان دوتایی بگیر دیگه. بیا هزن خب این اکس هم برات میفرستم داشته باشی. نمیخندی؟ آقا این رفیقت بد تمه کرده. یه این هست بابا. نمیخوای جواب بدی؟ بابا جواب نمیده که. دوباره بگیر. ریجکت میکنه ابله. آقا یه دقیقه بزنم پایین هم چیکار میکنم. آقا کجا بری؟ آقا ببینیم چه خبر دیگه، همینجوری بشینیم اینجا؟ الان نمیشه کارو کرد آقا، بشین. شما بگیر دوباره تلفن.
فکر میکردم اگه مسعود گیر بیفته باید چیکار کنیم. بعد جوری دلم شور میزد. چی بود رفت خونه؟ از ما میپرسی؟ یه زنگ بهش بزن دوباره. نه نزن. شاید اصلا مسعودو نبینه. راست میگه خب اگه حرف زنه مرد صداشو بشنوه. یه بار از اول تعریف کنم ببینم چی شده. بدبخت شدم رفت. شما هی زنگ نمیزدی منو نمیدی. دقیقا جلوی در واسطه بود. گیر افتاده بودم، ترسیده بودم، نمیدونستم چیکار کنم. کی اونجاست؟ خب شاید بیهوش شده. خون از سرش اومد بابا. خون خوبه. میگن خون خوبه اینجور وقتا ها. من دلم باشه یه دقیقه صبر کنی فکر کنی ببینیم چی کار باید بکنی. کجا؟ سر قبر بابا. یه دقیقه بکنه بزنم پیادشم بابا. خون خوبه. زنگ میزنیم 110. 110؟ آره از یه تلفن عمومی زنگ میزنیم 110، آدرس خونه رو بهشون میدیم. یارو حتما سرش گیج رفته بیهوش شده دیگه. اونا میرن تو خونه اگه ببینن خیلی حالش بده میبرنش بیمارستان. آره آره فکر بدی نیست. کی با پلیس حرف بزنه؟ من؟ نه خودم، خودم حرف میزنم. شوخی بیمزه کار من بود. به خدا باور کن نمیدونستم قراره یکی اون وقت شب بره تو خونه. دل خوشی ازش نداشتم ولی این تیکر خوب اومد. معلوم بود یه هوا معرفت تو وجودش هست. ببین من دونا تو پیشنهاد دادی، همه ما اون قبول کردیم. همه تقصیر نبا بنز کردن خود. فقط باید دنبال تلفن عمومی بگردیم. بچه تو رو خدا زود باشی در کاری میکنی. شده؟ موبایل نیست. یعنی چی؟ موبایل این دختره نیست. موبایل فکر کنم کجا گذاشتیش؟ کی گذاشتی تو جیبت؟ همون موقع که خوشمزگیتون گل کرده بود زنگ میزدی. چی شده؟ گم کرده موبایلو. گم کرده؟ موبایل تمرکز کنم کجا گذاشتی؟ نیست. نیست. یه آژانس همین پشت من خودم میرم. نه افتادی تو خونه دیگه. آبا فکر کن ببین چیکارش کردی. خب اگه افتاده باشه تو خونه که نمیتونیم زنگ بزنیم 110. 110؟ من میخواستیم زنگ بزنیم 110. بابا گفتیم زنگ میزنیم 110، مامورا ببینن تو خونه یار طوری شده باشه میبرننش بیمارستان جایی. ببین خودمون میریم. چی میگی تو؟ بابا خودمون میریم تو خونه، هم از حال یارو با خبر میشیم هم موبایل برمیداریم دیگه. معلومه هنوز نشه یا اگه یه بار دیگه من گفتی نشه من گفتم بابا دستم کارو نه مسعود یه دقیقه وایسا ببین من چی دارم صدا تو میاد پایین. داش من شما رو دیدم نه با شما کار دارم. خودت تو غلطی میخوای بکنی. ببین ما هممون با هم بودیم، یه مشکلی پیش اومده. خب حالا با هم حلش میکنیم دیگه. خودتون حلش کنید. پیروز بیا.
بیا بریم دیگه واسطه. من این بچه ها رو نمیشناختم، اولین باری بود که میدیدمشون. چرا باید با اونا میموندم؟ چیکار کنیم؟ من میگم برگردیم جلوی خونه. میخوای از رو دیوار بری؟ نمیگم شاید بهوش اومده باشه. خب بهتر نیست اول در بزنم؟ آره خب ضرر که نداره. شکوفه است. تو گفتم سوار ماشین شدی یه اسمس بزن. وای چه خوب شد اون رفت داشت سکته میکرد از ترس. وای یا خدا. سلام. سلام. مشکلی پیش اومده؟ نه. منزلتون تو همین خیابونه؟ نه من گوشیم آنتن نمیداد، به دوستم گفتم یه جا نگه تا من یه زنگ بزنم. بعد شما چه نسبتی داریم با هم؟ ایشون خانم من هستن، ایشون هم دوستش. شما یه لحظه از ماشین پیاده شو لطفا. خسته نمیشید. شما خسته نمیشید. مدرک شناسایی؟ بله ببخشید شناس ببخشید. خواهش بکنم راحت بشید. جالبه شما همیشه شناسان همراهتونه؟ نه ما همین امروز تو اقدام کردیم برای یه گذرنامه، بعد دیگه مونده تو کیف خانومم. عجب. بعد انشالله کجا تشمیه میبریم به سلامتی جانب آقای نجم؟ بلن که هیچ چی دیگه میگم، حالا تا ببینیم چی پیش میاد. بفرم شما چی خانم؟ ماشین مال خودتونه؟ بله. کارت ماشین گواهی نامه؟ بفرمی شبتون بخیر. بریم؟ بله بله بفرمی. ماندانه امشب میاد خونه تو؟ آره که حالم خوب نیست، نمیخوام تنها باشم. نظر بکشه دیگه برای امشبش بس. افتا میخوام ترک کنم. کابه جان کم نکنه واقعا بلای سر یارو اومده باشه. کاش حرف ماندانا رو گوش میده. نه بابا اگه اینجوری بود که الان هممون گوش کلانتری بودیم، الان هم دیگه نمیشه کاری کرد. فقط باید دعا کنیم به هوش اومده باشه، حالش خوب باشه. بیا فردا دنبالمون بریم دم خونه سرگوشی ها بدیم ببینیم چه خبر. باش حتی ببخش. درد سر شد برات؟ نه نه بابا خوب هر چی بشه برای جفتون میشه. بیا موازده بشه دار باشه. غزل به بابات یه زنگ بزن. حالا بزن هدف. یه گوسفند نصر کردم. او نمیدونستم اهل این حرف هم هستی. بابام بود وقتی ماشین برام خرید یه گوسفند کشت. گفت بلا رو از تو این ماشین دور کن. آشغالار دو شبه نذاشتم بیرون. الان خدا میدونه خونه چه بویی گرفته. وای ها ترسوندی ما رو.
دو روز ازت بی خبره، تلفن رو جواب نمیده، نگران شده. نگرانی نداره، مگه کاوه به تو نگفت الان خوبه؟ برو تو من دارم. سلام، ببخش. شما ببخشید، من مشتاق هستم، پدر غزل. معرفی نمی کنی؟ ببخشید، حواسم نبود. دوستم ماندانا. شما خوبید؟ بود. خب میان تو؟ اینجا یه خورده به هم ریخته است. بفرمایید. زحمت نکش، من نمیمونم. دیر وقت، ساعت از دو گذشته. افسانه هم زنگ زد، بیداره تو هم برم. اونم نگرانت بود. چرا نگران؟ هر جا هستم با کاوه هم دیگه. ماندانا چرا وایسادی؟ بشی. ما امروز رفتیم برای تعویض گذرنامه. غزل، تو قراره یکی دو ماه آینده خانواده تشکیل بدی. بهتر نیست یه خورده تمرین آشپزی خونه داری بکنی؟ بابا، ما تا 20 روز دیگه گذرنامه‌مونو میگیریم. باشه، وقتی دیگه در موردش حرف میزنیم. حتما دوستت هم خسته است. افسانه و بچه هم خیلی دلتنگت شده. فردا شب شام منتظرتون. به کاوه هم بگو. بابا، به یه شرط میام. اینکه شناسنامه‌مو بهم بدی. من که دارم میرم پایین. زباله هرم بده ببر. میگفتی با بابات زیاد دعوت میشه. همیشه همینجوری دعوا میکنی؟ قضیه گذرنامه‌تون راسته؟ آره، فقط امیدوارم کاوه گیر ندن گذرنامه رو صادر کنن. یعنی واقعا میخواییم بریم؟ خب تو که هنوز شناسنامه آمریکایی تو از بابات نگرفتی. بالاخره مجبور شناسنامه به هم بده دیگه. ببینم یه سوال، تو گفتی که بابات وقتی که تو یه سالت بوده با مامانت سر ماجرای ایران اومدنشون دعواشون میشه و تو رو برمیداره میاد ایران. خب مامانت اگه میخواست میتونست تو رو نگه داره. مگه تو اون موقع شیرخواره نبودی؟ وقتی رفتم آمریکا پیداش کردم از خودش میپرسم. بابا میگه هر دو دانشجو بودن، شاید وضع مالیش خوب نبوده. یعنی از اون موقع تا حالا تو هیچ خبری ازش نداری؟ نه، بابام هیچ آدرسی بهش نداده. دو سه سال اول رابطه یه طرفه بوده، فقط بابام بهش زنگ میزده. بعدش هم که دیگه آدرسشو عوض میکنه هیچ خبری ازش نداشته. اونم حقوق میخونده، شاید مثل بابام وکیلی چیزی شده باشه. قرصات هم بعد از این میخور. ببینم، یعنی تو واقعا فکر میکنی که تو آمریکای با هم گندگی میتونی پیداش کنی؟ اسمش سکیورتی نمبرش تو شناسنامه هم هست. خوشگله نه؟ کی؟ مامانم. آره خوشگله. حالت رفتیم یه آپارتمان تو کوچه حسین نژاد دیدیم، پشت پارک.
با مالک قرار گذاشتیم فردا صبح ساعت 10 بنگاه فرزادی. همش تو فکر اون بنده خدایی بودم که معلوم نبود چه بلایی سرش اومده. چوب شده بابا، از موبایل تو دارم به من زنگ میزنه. میدونستم اگه بخوابم نمیتونم به موقع بیدارشم. به خیال خودم صبح اول وقت از خونه زدم بیرون. پلیس از من سرخیستر بودم. الو اسو، الو چی میگی تو؟ بلندتر حرف بزن. حاضرم شرط ببندم مسعود وقتی خبرشنی داشت تو اون سر بیخاصیتش دنبال یه قبرستونی میگشت که توش خودش رو گم و گور کنه. بابا کری نمیشنوی؟ میگم زودتر باید بکشون خبر بدیم. یه تلفنی چیزی ازشون نداری؟ وقتی پای شماره تلفنی یه دختر در میون باشه، تمام سلولای خاکستری مغز مسعود دست به دست هم میدن تا اون شماره از یادش نره. چند؟ 200 چند؟ تلفنم به موقع بود چون فقط دو سه تا خیابون با خونه دوست من در فاصله داشتن. سلام. چی کار فرستید؟ نمیام. نمیام؟ غلط کرده که نمیاد. پایون بیشتر از همه میگیره. آدو حواست درنندگیت باشه. بگی شمارشون. افلیا رنگشون پریده بود. خودم دست کمی از اونا نداشتم وقتی کابه بهم گفت از تلفن ماندانا با غزل تماس گرفتن. چرا تلفن زنگ زدن جوابشون رو ندادی؟ اینجوری بیشتر شک می‌کنه. بعدم چی بگی؟ گفتم شنونم. موبایل ما رو دیشب دزدیدن. فکر بد نیستا. الو. سلام علیکم. ببخشید من میتونم با آقا مسعود صحبت کنم؟ بله. آقا این یه رو به پیش از خونه زدی بیرون. من از عمرم بزن. ببین کافه پیروز حرف خوبی میزنه. میگه الان موبایل حتما دست ماموراست. خب ما به مامورا میگیم موبایل ماندانا دیشب ازش دزدیدن. خب بعد وقتی که نمیدونه با موبایلش چی کار کردن و کجا رفتن دیگه. نه برادر بابا جواب بده. یعنی چی میگه دیگه؟ با هر کی داره یه چیزی میگه. بذار حرفمون رو یکی کنیم بعد. راست میگه. یه داستانی سرهم کرد. دیروز وقتی ماندانا و غزل کاوه از کافی شاپ بیرون میان، یه موتوری کوله ماندانا رو میزنه و فرار میکنه. اگرم لازم شد کسی شهادت بده، من اونجا بودم. صحنه رو دیدم. ببین گوشی رو دزدیدی نوش جونه. اون موبایل خودش 7-8 میلیون میارزه. تو کیفم هرچی برداشته واسه خوده. تو فقط سیم کارتو به ما پس بده. خانم موشا. بله. چرا تلفن رو جواب نمیده خانم؟ الو بله. عرض کردم چرا تلفنتون به شما هیچ ربطی نداره. سیم کارتو میده یا بسوزونیمش. دوستم کلی شما رو تون سیف کرده لازمشون داره. اصلا بهتر نیست من با شوهرتون صحبت کنم؟ بله شوهرتون. بابا اینه
اینطوری که صدا میپیچه انگار رو آیفون گذاشته بودم داره میشنوه. آقای نه بله سلام. آقای نه بفرمایید. نشناختی؟ دیشب روبروی پلاک 18 آ جالبه. شما همیشه شناسنامه همراهتونه؟ نه ما امروز صبح اقدام کردیم برای یک گذرنامه. شما به ما چی میگین؟ به اسم این ما گذاشته مزاحم گشتاپو. آره شناختیمه. بله چه بله سر این بعد بخواهانی های بچه ناکارش کردیم. باشه من اصلا متوجه منظورتون نمیشم. خوبم میفهم. ببینم اصلا خودتون نپرسیدی این موبایل دست من دوستم چی کار میکنن؟ دوستتون؟ بله همکارم، همون که کارت شناسایی شما رو گره. من اون موتور نشسته بودم. بعد کجا انشالله به سلامتی جناب آقای نجم؟ ما همون شب به شما شک کرده بودیم، راستش فکر نمی کردیم قضیه اینقدر جدی باشه. گفتیم نهایت قضیه منکراتیه. مأمور برای کاوه تعریف کرد وقتی بچه ها از خونه فاصله میگیرن اونا از تو حیات صدای ناله میشنون. وقتی میرن تو خونه کارگره رو پیدا میکنن که کنار دوچرخش افتاده بوده. تو فاصله که مأمور دیگه پلیس آمبولانس رو خبر میکنه اونم تو خونه موبایل ماندانا رو پیدا میکنه و متوجه میشه آخرین بار یک ساعت پیش از تلفن غزل با این موبایل تماس گرفته شده. وقتی عکس زن تو رو صفحه موبایل به دوستم نشون دادم فهمیدم بعد جوری تو درد سر افتاده. چون یارو تو راه بیمارستان تموم کرد. اگه نیم ساعت زودتر رسیده بودیم بالا سرش زنده میمون. آقای نه متوجه این؟ آقا میگم موبایل از ما دزدیدن. من بیا تو برای احمد سرم کن. نمیخوام بدونم تو اون خونه چی کار کردی. نمیخوام بدونم برای چون بدبخت رو بودی. ببین خونه تا فردا زور دست مامورای آقایی. یعنی این که من تا فردا زور وقت دارم موبایل رو برگردونم تو خونه. میفهمی یعنی چی؟ نه یعنی این که شما تا فردا صبح وقت دارین 100 میلیون تومن برسونین دست من، منم بی خیال همه چیز میشم، موبایلم بهتون پس میدم. نگی نداریم تو صاحب این موبایل 7-8 میلیونی یه ماشین سواره که بیشتر 200 میلیون میارزه. 2 دقیقه وقت نمی فکر کنیم. آقا این ما ستا رو با هم دیده تو ماشین، فکر کرده ما یارو رو کشتیم. خب خواهن موبایل برم بدن به مامورا برم بدن، بعد میان سراغ ما، ما هم این داستان رو براشون تعریف میکنیم. آخه قرار نیست که به خاطر یه شوخی محکوم بشیم که. بقیهش هم پای مسعوده. مرد حسابی که نامردیه. نامردیه؟ این حقیقت. یه نفر رو کشته بعد وایسته باشه، بقیه هم هرکی به سهم خودش. تو هم جای مسعود بودی همینجوری سهم رو تقسیم کردی؟ من جای مسعود نیستم، من که از دیوار مردم نمیرم بالا که. اون رفیقت بود تا چشمش به پول افتاد دیوار راست رفت بالا. بابا یه نفر مرده، اگه بیاد دنبالم پای هممون گیر. ببین خوب گوش بده ببین چی میگم. اون موبایلی که الان تو دستای تو مال من، من معتادم، من آدم کشتم، به مواد احتیاج داشتم، جنس میخواستم. اون آدمه به بهونه اینکه میخواد به من جنس بفروشه منو برد تو اون خونه. برای شهر میگم، برای شهر. هر کاری دلت میخواد برو بکن. گوش کن آقا جون، این خانم حالش خوب نیست، اصلا نمیفهمی چی داره میگه. تو دیگه کی هستی؟ من دوستشم.
پشت 100 نفر دور خودش جمع کرده. آقا تو پول میخوای ما پولتو میدیم دیگه. من تو رو نمیشناسم. گوشی بده به همون نجم. گوشی بده. همون نجم. باتو کنم. بله. بهت گفتم به من مربوط نیست اونجا چه غلطی کردیم. پولو میدین موبایلو پس میدین. آره یا نه؟ باش. همیشه نمیشه از ظاهر آدم رو قضاوت کرد. مردایی که کلی ادعای مردونگی دارن حاضر نبودن اینطوری همه تقصیر رو گردن بگیرن. اما این دختر غذر اون قرصه رو مصیبت بخوری یادت نره. بچه ها کجا رفتن؟ باورم همین نمایشگاه این بغل پومی مزین بزنم باش رفت که یه زن موجه در باشه مثلا. دلم میخواد برم یه جای خودم رو گم کنم. تا دیشب به زندگی خودم گند زدم. از دیشب مردم نیست به زندگی چند نفر دیگه. مرد چی به زندگی خود گند زدی؟ فضول بردن جهنم. میدونی چی گفت؟ چی گفت؟ گفت پیروزش کجاست. چجوری تونستی این داستان رو سرهم کنی؟ چه داستانی؟ هم که برای این یارو مأمور تعریف کردی که اون یارو رو تو کشتی. خودشی تعریف میکردی قیافت یه جوری شده بود انگار واقعا اون کارو کردی. فکر نمیکنم اونقدر نشونه گیریم خوب باشه که صاف بزنم تو هدف. من نمیدونم کووید چی شد؟ هیچی میفهم پول لازمی میزنن تو سر مال دیگه. این بونگا یه آشنا نیست. بونگا نیست، دلاله. دلالم آشنا غیر آشنا نداره دیگه. اصلا مگه ما الان میتونیم ماشینو به غیر آشنا بفروشیم؟ آقا اونی که من دیدم 1000 تومن رشوه میگیره. قبول میکنه 80 تومن قبول میکنه. تازه پول گوشی هم هست. راست میگه. چی راست میگه آقا؟ گوشی مدرک من، ما میتونیم بزنیم بشه اونا بمونه. بابا راست میگه، اصلا این به 80 میلیون هم راضی میشه. باور کن کمترش هم راضی میشه. سرش هم زیاد. اصلا اومد اون پولو گرفت دیگه زد زیر همه چی. مگه میتونه بزنه زیر؟ باش. پولو بگیره گوشی رو نده، این هم عیار نشونی داره ما میریم لو میدیمش. مانا کارت شناسی تمراته؟ آره. کارت ماشینم که اینجا سند کجاست؟ سند؟ سند ماشینه دیگه. وقتی کارت ماشین به اسمته یعنی سندم باید باشه دیگه. من سند ندارم. یعنی چی ندارم؟ یعنی دارم ولی دستم نیست. کجاست؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم ماندانا؟
آقا برو به این بونگایی رفیقت بگو این بدون سند میتونه ماشینه برامون آب تا. آقا اونجوری نصف قیمت هم نمیخرن دیگه. حالش خیلی خراب. خانم بگونم سند کجاست؟ کجاست؟ خونم. خونه تو؟ همه خونه که توش به دنیا آمد. یک سال پاشو تو این خونه نذاشه از وقتی مامان باباش فوت کردن. بابا سخت خدایی جان. چرا اومد؟ نمیتونم. میخوای با هم بریم تو؟ نمیتونم با هم بذارم تو این خونه. چیزی؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ تو برو. کجا؟ تو خونه دیگه. من؟ اینقدر سنگ دوست تو به سینه میزنی نمیخوای بهش کمک کنی؟ خب من خونه شما چی کار؟ من اصلا نمیدونم سند کجاست که. تو برو من تلفنی بهت میگم کجاست. قربونت دیگه هرچی خونه مردم رفتیم بس. ببینم نکنه دوست داری رفیقت بیفته زندان. چرا کاوه نره؟ برای اینکه تو عادت داری سرک میکشید تو زندگی مردم. خب حالا چی کار کنم؟ برو پشت ساختمون. دره کجاست؟ اون پشت قفله. بابا دیدی که یه کلیدش در نداشتم. بقیه دره اینجا همه قفله. باید بری از دره سخت بریم. پیروز من الان پشت ساختمونم. یه ماشینم اون تو پارکه. آره درست. همین راه برو جلو. اینجای دره با یه راپله. چیکار کنم؟ از این در بود. پیروز نه ترسون سگو به زنجیر بستن. کاری به کارت نداره. پیروز چیزی نیست. چی میگی تو؟ میگم بزن رو اسپیکر تلفنو. برو نزدیکم. بشین. کی بابا من یه سگه. هاس بشین. آروم باش پسر. آب باری کله پسر خوب. آروم باش. ببین این رفیقمه. کاری به کارش نداشته باش. دلم برای تنگ شده بزن. حالا برگرد برو بشین سر جا. آفرین. ای تو نگفتی یه سال هیچ که توی خونه زندگی نمی کنه؟ دا این برای اینکه دوز نهید این سگو بسته اینجا. چرا من نگفتی اینجاست؟ پیروز اگه میگفتم میرفتی؟
بابا این که اینجا سر راه خوابیده. اون سگ دیگه کاری به تو نداره. این مرد آزارترین دختر جهانی. از کنار استخ مستقیم برو. رفتی؟ آره بابا دارم میرم. انتهای زیرزمین یه دره. دیرم. یه راه پله است. از اون راه پله برو بالا. آها یه در اینجاست. قفله. وسط راه پله چی میبینی؟ دو تا پنجره. دو پنجره باید یک کلید باشه. اومدی؟ بیا تو. بیا ببین میتونی پیداش کنی؟ کثافت افتاد. حواست باشه پاتو نذاری روش بشکنیش. درست مال چشم راستم هم بود. اگه پیداش نکنم اصلا نمیتونم ببینم. از پارکینگ اومدی انتر؟ لابد به یاد گذشته ها. آره چرا وایسادی؟ چرا خوشگت زده؟ تو کی هستی؟ داری منو میترسونی؟ منم ترسیده بودم. کجایی؟ برو جلوتر پیروز. خم خوب صدا رو بشنو. خم خوب بدونه که چرا دیگه حاضر نیستم ریخته شده. مادر مادر؟ من دختر تو نیستم. مادر مادر همه چیزم ازم گرفتی. باز شروع نکن. خودت هم بهتر میدونی که من دلم نمیخواست با اون سفر جهنمی برم. جهنم اصلی تویی. تویی که با کثافت کاریت نزدیش بابام سرشو بالا بگیره. تویی که با کثافت کاریت گند زدی به زندگی من و بابام. بابام اون سفر رفت برای که تو رو بکشه. الان هم تو برام هم مردی. کاش مرده بودم. منم چشمو دارم. زندگی کردن توی این تاریکی تقاسه کمیه. تقاسه در مقابل چی؟ کشتن بابام یا ناموز من؟ چی؟ مثل اینکه یادت رفته. اگه یادت رفته خوب گوش بده، چون دوباره میخوام بهت یادآوری کنم. اون توبه که این راه مخفی نشون به اون رفیقای کثافت تو راه مخفی نشون دادی. راهی که میرسید به اون اتاقی که همیشه درش قفل بود مگر زمانی که من خواب بودم و تو منتظر. آره خواب خوب یادت بندازم. یکی از همون شبایی که معلوم نبود تو کدوم کثافت خونه ای حرف میزدی، یکی از دوستات اومد خونه. خیلی تعجب نکرد وقتی دید نیستی، چون وقتی مادر نیست دختر که هست. تو اون راهو نشونش دادی مادر. تو اون راهو نشونش. ببینم ماندانا کجاست؟ گفتم کجاست؟ هر جا باشه از اینجا بهتره.
ببخشید این وقت صبح مزاحمت شدم. باید میدیدم. خواهش میکنم. تشریف میارین بالا؟ آره، اگه زحمتی نیست. چیزی شده؟ دیشب وقتی چند بار زنگ زدم به غزل رو جواب ما نداد، رفتم خونش. تصمیم گرفتم بمونم تا بیاد. فرصت خوبی بود برای فکر کردن. فکر کردن به رابطه پدر و دختری که روز به روز داره سردتر میشه. خب شما که خودتون بهتر میدونین چرا. مثل اینکه شما تصمیمتون برای رفتن جدی ها؟ بله آقای مشتاق. پس به اینا احتیاج داریم. من کم کم داشت باورم میشد شناسنامه غزل پیش مادرش مونده. خب اگه غزل بدونه چرا خودتون بهش نمیگید؟ آقای مشتاق، من فکر میکنم یه قضیه در مورد مادر غزل وجود داره که شما به من نمیگین. غزل اصلا مادر نداره. نداره؟ داستانش کوتاهه. من وقتی پام رسید به امریکا بیشتر از 3 ماه بهم ویزا ندادن. مطمئن ترین راه برای گرفتن گرین کارت ازدواج با یه زن امریکایی بود. زنهای اونجا هستن که با گرفتن پول تا زمانی که اقامت درست بشه با مهاجرین ازدواج میکنن. من با زنی ازدواج کردم که 15 سال از خودم بزرگتر بود. اون حامله شد. من مخالف سخت بودم و اینطور شد که غزل به دنیا آمد. به خاطر غزل حاضر بودم بقیه عمرم رو با اون زن زندگی بکنم، ولی قبول نکرد. طلاق گرفت و رفت سراغ مشتری دیگه. آخرین خبری که ازش دارم مربوط به 5 سال پیشه که توی بیمارستان توی شهر کوچک ایالت کانزاس بر اثر سرطان ریه مرد. این بود داستان به دنیا آمدن غزل. اونقدر کوتاه که تو فاصله اومدن تدم در میشه برای نفر تعریفش کرد. ولی من 20 ساله که نتونستم اون قصه رو برای دخترم بگم. یعنی ترجیح دادم یه داستان دیگه براش تعریف کنم. میدونی چرا؟ چون خیلی سخته. دلیل به دنیا آمدن آدم ویزای اقامت پدر و نیاز مالی مادر باشه. یه عکس هست، یه عکس از مادرشون. چی؟ اون عکسش چی نیست جز عکس دوتا دانشجو که توی پارتی شرکت کردن و کنار همش دادن و تو بغل یکیشون یه بچه چند ماهی بی مادره. همین. نمیتونستم این شناسنامه رو پیش خودم نگه دارم. از اینجا بعدش به عهده خودت. ولی اگر خواستی حقیقت رو بهش بگی بذار وقتی رسیدید امریکا بگو. خب چرا؟ چون برای شما سخته؟ شاید شایدم به خاطر اینکه وقتی با راه و رسم زندگی اونجا آشنا بشه راحت تر بتونه با حقیقت کنار بیاد. بهم گفته بود اگر شناسنامه رو بهش بدم امشب میاد خونه. فقط تا مدتی که ایران هستید دلم میخواد بیشتر ببینمش. آقای مشتاق یه لحظه.
احتیاجی به این نیست. لازم نیست به قدر بگی. فرض کن به خودت قرض دادم. هر وقت داشتی بهم پس بده میتونی باش دلار بخری. آقای مشتاق. کافه چرا گوشی رو بر نمیداری؟ همین الان یه نفر از تلفن مانتانا با من تماس گرفت. چی؟ به من باشه من یک قرون به اینا پول نمیدم دیگه. اول میام سراغ ماندانا بعدم بقیم. ماندانا با احتیاطیش چه بلایی سرش میاد کاوه؟ مسیح چی جرمش قتل میدونی یعنی چی؟ اصلا اونا هیچی برنامه سفر خودمون چی میشه؟ این همه سال منتظر بودم مامان نمو ببینم. این دیگه چه بلایی بود سرمون؟ بیا بیا مامان. چیزی نیست. چی شده؟ کلافم کرده. میخواد بگه شب بیا خونه. خب برو دیگه. اول باید شناسنامه بده. میگم شاید بنده خدا داره راست میگه. شاید شناسنامه بوده دست مادرت. یعنی میگم اگه مسئله رفتنه که ما هزار جور دیگه هم میتونیم اقدام کنیم. میگه حالا حتما لازم نیست شناسنامه داشته باشی. کاوه اولا که با اون شناسنامه میتونیم راحت‌تر بریم. دوما من فقط با اون شناسنامه میتونم مامانمو پیدا کنم. تو رو نمیدونم ولی من مامانم تنها دلیل رفتنمه. بابا مامور است. بله. اوزان اوزا که رو برای رفیق جان. الو. الو. آقا من که رفیق شما که نیستم. که چی؟ ما 80 تومن بیشتر نمیتونیم. نشد. داری بازی در میاریم. بازی چی در میاریم؟ از صبح تا همین الان تا هرچی بانگا بوده رفتیم. خب وقتی میفهمم برای پول اجاره داریم مفخره میکنم. قربونت. یه خورده خودت مایه بزن. ما تا فردا فقط همین پولو میتونیم بدیم. همین پول ماشه. کلکه نیست. چیکار کنم؟ آدرس بنگا رو بدم بری بپرسی؟ کجا بیایم؟ بعد کجا بهت بدیم پولو؟ فردا بهت میگم. الو آقا. الو. ببین موبایل چی میشه؟ موبایل ندی از پول خبری نیست. توش نکنه فکر کردی این تویی که باید شرط بذاری. دوباره بهت زنگ میزنم. چی میگه؟ هیچ. خواهد خیالش راحت چه بودیشو میگیره. بیا قضا. نه ولیش کن. بزن این پیش من باشه تو گوشی منو ببر. واسه چی؟ این مردک شده تا صبح آخر ده بار دیگه زنگ بزنه دیگه. من شما رو میرسونم بعد میرم دم کارواش باشه. ده بار. الو؟ الو؟ ببخشید بسید که اشتباه بگیرم. آقای مشتاق من کاوه هم ببخشید. گوشی غزل پیش من. آه کاوه؟ بله. خب داریم این اینجا دیگه. افسانه میگه شام سرد شد و نه غزل خونه است. شش پیش منه جانم. خونه است؟ مگه قرار نبود شام بیاین اینجا؟ ببینم یعنی نتونستی راضیش کنی بیاد؟ ببینیم من خواستم خودم باهاتون تماس بگیرم. چرا مشتاق واقعیتش قصد میزدم. اجازه بگین. فکر کردم تو این لطفه من میکنیم. من نمیتونم کمک کنم. خوشحالم که تو هم فهمیدی چقدر سخته. بله. همه که تو این راز شریک شدی با من لطف بزرگی. خواهش. مواظب خودتو غزل باش بزنم. من خدا حافظ.
دو نفر از طرف برادرشم آمده بود اینجا. کلید خونه رو داشتن. هر چی گفتن اقلا بذارن دو تا پتو باشه. شب میاد سرش کجا بذاره؟ گوش نکردن. با من خندیدن. بگو تو ماشین بخواب. نگفتن وسایل رو کجا میبرن؟ نه چیزی نگفتن. خدا رحمت کنه مادرت. این خدا بیامرز اگه زنده بود برادرش که از این کارا نمیکرد. بطور سالمه؟ بله. برای چی؟ بگیر. برای چی؟ بگیر. ده یازده صبح حواست به گوشیت باشه. زنگ میزنم میخوام بفرستم یه جای کاری برام بکنم. چش. کجا؟ میگم صحبت. باشه. الو 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 کاوه غزل، یه یارو زنگ زد میخواست با تو حرف بزنه از طرف داداشت. گفتم خانومش، موبایلش دست منه. بیشور اگهش گفت بهش بگو یه هفته وقت داره خونه رو خالی کنه و گروشو گم کنه بره. بعدش هم یه وسایل شخصیشو تعویض بگیره. کاوه چی شده؟ چی بابا، اومدن خونه رو خالی کردن. پس بالاخره به سهمان ارث زورکیش رسید. ماشینو گذاشته تو پارکینگ، گفته اینم از سهم خونت. به نظرم دوباره ازش شکایت کن. مگه نگفتی وصیت نامه رو جعل کرده؟ اونو ولش کن، این لپتاپم هم، کامپیوترم هم، همه زندگیمو برداشته برده، کار مردم رو باید تحویل میدادم به خدا. بس به خیالش جون. اصلا ما که داریم میریم جهنم. فکر کن همینا رو نداشتی. زودتر از اینجا کنده میشی. ما که رفتیم مامانم کمکمون میکنه یه زندگی خوب راه میندازه. کاوه مامان دانه حرف نزدی؟ چرا؟ گفت میخواد تنها باشه رفت خونش. حالا که میدونم چه اتفاقی برش افتاده بهتر درکش میکنم. حواشو داشته باشه. اتفاقا پیروزم زنگ زد حال مامان دانه رو ازم پرسید. غلط نکنم یه جورای گلش گیر کرده. اون موقع که داشتم میومدم خونه به سرم زد باهاش صحبت کنم و همه چیزو بهش بگم. بهش بگم نگران اتفاقی که تو خونه دوستت افتاده نباش. تو زندگیت بنزه کافی نگرانی داشتی، این یکی رو فراموش کن. نمیتونستم از فکر ماندانا و اتفاقی که براش افتاده بیرون بیام. اگر هیچی نمیدونستم، اگه وارد خونهشون نشده بودم، اگر خودم اون راهو نرفته بودم، شاید اصلا باور نمیکردم همچین اتفاقی برای ماندانا افتاده. یا اگرم باور میکردم، اینقدر از این کاری که داشتم میکردم دچار عذاب وجدان نمیشدم. شریک دوز، رفیق قافله، چطوری؟ یه اتفاقی افتاده، حالا همه حلش میکنیم دیگه. خودتون حلش کنید. پیروز بیا. بیا بریم دیگه واسطه. Thank you.
جان نگیناش رو این فکر کنم اصلا بده ببینم اصلا چی تو جونوبر عجیب غریبی هستی باله آقا تو خونه چی شد؟ من با یارو دعوا نکردی؟ من خره اصلا یارو منو ندی این مرده رو دیدم نزده شلوارم سنگین بشه داشت حالا اونا هیچی تو چرا خبرم نکردی؟ برو با مرس رو اینم به زنگ زدیم جواب نمیدید حالا برش کن بگویم تو خونه چی شد؟ هیچی دیگه دیدم خونه خالی حالم گرفته شد رفتم طبقه بالا ببینم چه خبره یه دفعه صدا شنیدم اومدم در پلا پایین رو دیدم دیدم یه لندهور واسه خوش هم اینطوری اومد زیر پلا ترسیده بودم خوشکم زده بود نفهمیدم کجا رفته که از سرسه که راه انداخت فهمیدم رفته دستشویی منم دیدم بهترین فرصت از سالن زدم بیرون رفتم تو حیاط تو حیاطم که دوچرخه‌ش رو دیدم فهمیدم خودت نه شما دیدین دیگه اومده تو اینجا بود که یه فکر به کیا کله داشت زم بعدشم فهمیدم پیرم همین راحت آخ زد چه حالی ازش میگه حالی خواستن زنی بزن از 110 میگم زنی نزنم به 110 نه دیگه من نه دیگه وقت گفتم موبایل جا گذاشتم بی خیالش شدن دیگه حواسم بود آقا اصلا اینا یهو ننن تو خونه من اصلا این دختره ماندانه کلید گردون میگفت بریم تو خونه ها نمیرن اینا جورتشو ندارن کجا؟ جور خونه میخوام ببینم اینا پیداشو میشن آقا یه زنی بهشون بزن اصلا زایه است به کی؟ من یه دختره دیگه زن کاوه است شماره اون به تو زنی میزدن شمارش افتاده نمیخواد بابا بیا بی خیال بابا من اصلا بدجوری ترسیده بودم بذار خودتو بترسن من اون تو نترسیده بودم بیا ترسیده بودن و مامور بدجوری گیر داده بود آقا یه فکری بیا زنگ بزنیم به اینا این ما روح این یاریم که تو این خونه زدیم کشتیم و ما ازتون انتقام بگیریم این لوس بازی ها درنیم اسکولش میکنیم بعدم دیگه بیام برسونم دم کافی شاپ دیگه نصف چای ماشین گیرمون نمیاد اینجا عمرن اگه موبایل بهشون برگردم یعنی چه خب راستش که بالاخره بهشون بگیم نه ولی چی بگم تو معلوم نیست هم دیگه رو ببینیم این چه پولشه؟ رو 7-8 میلیون مرد حساب اینا امشب تا اینجا اومدن فردا شام تا اینجا میرن میگن تعطیل قضیه رو در میارن آبرو حیثیتون میره بابا میان چیکار میخوام بکنم فوقش میبینن یارو ساله میفهم بازیشون دیدی چیکار میتونم بکنم خونمون که نمیدونم کجاست شما تلفنم کم آخ صاف موبایلم از دخترمون یک درصد اگه بره تو فرمو که شمار تلفن بابا تو پیدا کنه زنگ بزنه بهش بیچاره این چه حسام زودتر بگو خوشحال شدی؟ ای بخوا حل دیگه نه ولی آقا اصلا گیریم اینا نایمدن تا اینجا ولی نه همش بیچاره باید تو حول و بله باشن که تو این خونه چه اتفاقی افتاده و اینا آقا این نامردیه تو نمیخواد سنگ اونا رو به سینه بزنی به فکر این باش تو موتور بچه پیاده بره سر و عزیز تو مال آقا نگیر مامور شانس آورده اینم برای همیشه میفرستیمش باورم شیش تومنم که آبش کنیم با سه تومن چه کارا که نمیشه کرد تو با سه تومن میخوای چی کار کنی؟ عروم بابا آقا یه قرونش هم نمیخوام آقا علال عروم هم حالا سرش میشه بکر اینا خودشون چجوری کیسه هاشونو پر میکنم یه نگاه به دور بردن دا به خدا اگر گشتگی اینجا سقچی کسی توف هم رو دمیده والا کی گفته که من و توه بابام که بابام 45 شهر کنی یارانه و ببینه میده میگه همون نونه کنار غذا بیشتر 45 شهر میشه
بعد چی شد؟ فردا بهم زنگ زنی گوشی رو بهشون پس میدی. این موبایل اصلا به شکل تو نمیخوره، هر جا دست ببینم میفهمن دوزی بدبخت میشی. فهمیدی؟ تو قصه شو فهم چی آبش کنم آب از آب تکون نخور. سمت هم میارم دو دستی بهت مادرم خواب میام سمت هم میارم دو دستی بهت میدم. خیالت راحت. ما اصلا نمیفهمیم چی میگم. نه اصلا غلطی میخوای بکنی بکن، فقط من شریک خود نکنم. اون نفرش 3-4 میلیون پول ما چون می نفرش 3-4 میلیون پول مثلا میدم یه 1000 دستگاه ریو. خدا حافظ. اصلا تو راست میگی، من دیشب خیلی فکر کردم موبایل نمیشه آبش کرد. من 3-4 میلیون دردی هم منو تو دوام نمیکنه که مرد حسابی. من تو میگم 3-4 میلیون به درد نمیخوره که بری برای ماشین یارو بدبخت نقشه بکشی. تو من نگفتی مادرت این خونه رو دوست داره؟ آقا موضوع من و مادرم به خودم مربوطه. پیروز گرفتن پول از اونا مثل کندن ماهی خرس، اصلا حالشون هم نمیشه. دختری برای شما تلفن داماد حرف میزنه، شما تلفن دوست پسراش که تو این سیف کرده از این پول بده به خودم. ازش کاری ندارم، چه کاری ندارم. تو از اینو بعدت میاد چون تو پول دارن میگم کنه بلای سرش میاری حقشو. نه آقای نیست. چرت میگی که بعد بلا سر کسی بیاره؟ میفهمم میگم دو سال اونم تو سربازی ادر بشه. نمیفهمی اینا چه من تو مادرتو از اینجا میخوای کجا ببری؟ گیر دادی ها. من دارم میگم این پول میتونه زندگی هر دو تامون رو زیر رو کنه. برای اونا چی؟ یه ماشین انداختن زیر پاشون که دو روز دیگه دلشون رو میزنه، یا توی جردن انقدر باش بالا پایین میکنم میزنم به در دیوار که 2000 هم نمیارزه. اون منطقی حرف میزنیم دیگه. الان شانس در خونمون زده کردن کار کردیم کردیم نکردیم میچیدم و جاعت اسمون رفته. چون هم با لباسته باش دیر میشه. یه صبح شد جونم آقا با بیا من چه هم کن باش دمت کرد. فهمیدی چی میگی دیگه؟ شب خوابت نبود، نگران بودی، صبح زود از خونه زدی بیرون، رفتی جلوی در خونه سر گوش آب بدی، دو تا ماشین پلیس دیدی، بگو در خونه هم باز بود. خیلی خب، ساعت بار گفتی بچه هم باشو راه حقی هم بگو مسئول هم از ترس خودشو گمونگو کرده، اصلا معلوم نیست کنیست گرفتی دیگه. خانم مشتاق چرا تلفنتون رو جواب نمیدین؟ خانم بله عرض کردم چرا تلفنتون رو جواب نمیدین؟ به شما هیچ ربطی نداره، سیم کارتو میدی یا بسوزونیمش. دوستم کل شما رو توسعه کرده. شما بهتر نیست اصلا گوشی رو بدی من با شوهرتون صحبت کنم؟ با آقای نجم قافله. چی شده باز پکری؟ خود خود قبول داری کارم شبیه دوزیه. بابا تموم شد دیگه، فردا پولو میگیریم خلاص. چه خبر؟ بیشتر وقت در چه حالی هم؟ من نیستم. چی؟ من پول رو نمیخوام، تو هم بیخیال شو. چی میگی تو از اون میگی؟ حالیت نی؟ فردا همین موقع پول تو دست نمونه، نصف نصف. یه نفر پیدا کردم کارت پایان خدمت اصل بهم میده، اصل. با بقیه سهم هم میرم یه زیر پله اجاره میکنم، از این سرگردونی در میام. میفهمی اینا رو؟ اینا یعنی زندگی، برو صفا کن.
صفا این زندگیه، این دوزیه. خواستم خواهد چیکار کنی؟ آقا سیمی درس حسابی به چهار تا بچه پولدار علی بیغم بدیم دیگه. دادیم. تازه اون الان باید بفهم ما اسکلشون کنیم داریم بهشون میخندیم، ندونن که اصلا فایده ای نداره. اینجا برم ها؟ بکشن که رازه تو باز کن، هر غلطی میخوای بکنی بکن، ای وای والد بخوای نقش منو خراب کنی، بوسی کلتو میکنم. پیروز باید شوخی ندارم. خب بابای آر شدی تو، اصلا مشکل چیه؟ من از اولش ما این کار حالم کردم. خیلی خوب، فردا صبح باشون قرار گذاشتی دیگه ها؟ با تو هم ساعت چند؟ ده. کجا؟ جل کار باشه. خیلی خوب، تو اصلا نمیخواد بری سر قرار. کاوان فهم میکنه تو هم مثل من ترسیدی خودتو کنار کشیدی. قبول درست؟ بقیه شما من پولو میگیرم میام سهمت هم تحویل میدم جلوی در خونه تو. ها؟ باش. تنها کاری که باید بکنی اینه که بشینی تو خونه تا وقت من نگفتم بیرون نیا. این کارو که میتونی بکنی، بقیه شما. کاری که من باید میکردم این بود که موتور گیر بیارم. نمیدونستم آخرش چی میشه، اما میدونستم کاری که دارم میکنم درسته. مسعود نشونی یه پل توی یکی از بریای جاده برامه به کابل داده. باید پولو میذاشت توی چاله و برای برداشتن موبایل با آدرسی که روی کاغذ نوشته بود میرفت. مسعود تهدید کرده بود که با همکار خیالیش در ارتباط و اگه پول توی چاله نباشه کاوهم نمیتونه موبایلتون آدرس پیدا کنه. مسعود میخواست اینطوری مطمئن بشه کاوه به اندازه کافی از پول فاصله میگیره تا اون بتونه پولو برداره. اما مسعود فکر اینجاشو نکرده بود. الو هیدن، برو به این آدرسی که بهت میگم. به به آقا پیروز. جلو نایا، بکرم حلال حروم برات مهم اگو کم و زیادش برات. جلو نایا کساش خواه دوزده افتادم به جونم. آخر معرفتی شما پیروز.
کرد. به خدا من همشون درستم تیغش جا نره. ولی من خیالم راحت. چرا؟ آقا رفت. که ما بمیریم یکی واسه ما گریه می کنه. چرا بابا خدا رفت. آقا رفت خوب مرغم. رفت سر کار. آقا این عشق بابای منم بده. هدیه بهترین بابای دنیا. بی خطرترین چاقوی دنیا با یه زنگ بزنم به هیدر ببینم این آقا خیلی باشه باشه اما دیگه هیچ کس ردی از هیدر پیدا نکرد انگاری اونم با موبایل دود شد و رفت هوا یه ماه هم نریم میگم نه بی خود میگم من چی سرش میگم من مردم میگی از هم جدا شدیم هیچ قول و قراری با هم نذاشتیم همه چیز به حالت قبل برگشت اما باید اعتراف کنم تو مدتی حال و حوصله چت اومد نداشتم فکرم پیش ماندانا بود ما هم یه مهلت 6 ماه گرفتیم و موقتا تو همین خونه موندیم مادرم امیدوار بود که تو این فاصله قیمت اجاره کمتر باشه یکی دو بار با کاوه تلفنی صحبت کردم درگیر مشکلات خودش بود پدر غزلنم بالاخره دلو به دریا زد و داستان مادره رو بهش گفت من مونده بودم و فکر مسعودی که از ترس یک هفته سر کلش تو محل پیدا نشد تا اینکه با هزار بدبختی از زیر زبون پدرش کشیدم کجا مخفی شده راستش اینجا اصلا به مسعودی که دنبال یه زیر پله بود نمیخورد منم یادم نمیومد که تو پر حرفیاش از این همچین جایی گفته باشه مسعود در باز کن پیروزم آقا مسعود چطوری؟ دعوتم کن بیام تو دیگه آه اگه شوخی نکردی تو اونا رو گوشتی سر کار اونا تو رو گوشتن سر کار دیگه طوری نشده که حالا مال اونا دردش بیشتر بود این گوشی آنگل نگونی هم از کفت رفت آقا مسعود سعی کردم همه چیزو به شوخی برگزار کنم اما مسعود هیچ حرکتی نمیکرد فقط به روبرو خیره شده بود بابا چرا اینجوری بغ کردی و سکه نمیکنی میافتی خوش میشی یا آقا مگه ما هم رفیق نیستیم مثلا تنها اشتباه همین بود که چاقو رو بهش نشون دادم آه ازم بی خطره بی خطره ببین یه دست میزن اینجاش خوشنگ میشه در تو تصور هر چیزی رو میتونستم بکنم جز دیدن اون از این کوچه نریم پیچیدم دیگه خانم این خیابون مستقیم میخوره به اتوبان زودتر هم میرسیم چیکار کنم برگردم نه آقا بریم ببخش میشه چند لحظه چیزی جا گذاشتی؟ نه تر
اینجا. عمرن اگه موبایل بهش برگردم میرم. یعنی چه راستش که بالاخره بهش بگیم. نه اول چی بگم؟ تو معلوم نیست هم دیگه رو ببینم. این چه پولشه؟ رو 7 میلیون. مرد حساب اینا امشب تا اینجا اومدن فرشام تا اینجا میرم یه تعریف قضیه رو درمیارم آبرو استیاتون میده بابا. چیکار میخوام بکنم؟ فوقش میبینم یارو سالم میگم بازی. ولی نه همش بیچاره واسه گل بله باشه که تیم تو چه اتفاقی افتاده و اینا ما این ناراحتی نمیخواد سنگ بزنه. درو واسه ببخشم شبه اینا شکوفه ما رو دید. من باید از همون اول میفهمیدم که آدم بی استعدادی مثل مسعود نمیتونه همچین نقشه‌ای به فکرش بیاد. گفتم به من مربوط نیست اونجا چه غلطی کردی. پولو میدی موبایل پس میگیری. آره یا نه؟ بهت زنگ میزنم. نمیخواستم ماندانا رو اذیت کنم. ولی خب تقصیر خودشه. این همه پول رو حاضر نیست کمک کنه. دیگه فهمیدنش خیلی سخت نبود که چرا شکوفه آخرین کسی بود که قبل از پرت شدن دیدم. جستافه! وقتی که خوب فکرشو میکنم رفتار همه ما شبیه کاریه که رخ آخر بازی انجام میده. اون دیگه به برد و باخت اهمیتی نمیده. اون فقط از این بازی که حرکتاش تکراریه خسته شده. مثل معتاد شدن ماندانا، تنفر مسعود از بچه پولدارا، بی‌اعتنایی غزل به پدرش، در افتادن کاوه با برادرش و آمال و آرزوهای شکوفه و دروغهای من که حالا همشون چند تا عکس میشن و میرن تو فیسبوک و وایبر و واتساپ و به چند لحظه بعد محو میشن از خاطره ها میرن به همین سادگی. I'm
مکان ما فلک لوبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز، یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز. ای دل چو حقیقت جهان هست مجاز، چندین چه خوری تو غم از این رنج دراز، تن را به قضا سپار و با در بساز، کین رفت قلم ز بحر تو